سیمای زن در افغانستان، پنجره بسوی روشنایی، برنامه از رادیو کتاب. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش، باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش، کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ راستی که شعر حافظ همیشه زنده و پرطراوت است. گویی این شعر حافظ را برای سیمای زن افغانستان سروده است. امروز خانم عذرا محسنی در برنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان گپ میزنند. عذرا جان، نازنین بفرمایید. تشکر نینا جان. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خواستم از اندکی از وضعیت فعلی زنان افغانستان بگویم. از زمانی بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 وضعیت زنان روز به روز بدتر می شود. محدودیت های قانونی و اجتماعی. طالبان تا حالا بیشتر از 50 قانون محدود کننده برای زنان وضع کرده است، شامل محدودیت در تحصیل و اشتغال و سایر گشت و گذارهای ضروری برای یک زندگی معمولی است. پوشیدن چادری، خارج شدن از خانه بدون محرم، رفتن به پارک ها و حمام های عمومی، صحبت با مرد غیر محرم و غیره شامل این قوانین است. بازداشت های خودسرانه برای زنان که از قوانین ضد زنانی که از قوانین ضد انسانیشان پیروی نمی کنند، همچنان برای سایر اقوام غیر پشتون با بهانه تراشی های زیاد زندگی را مشکل می سازد. زنان بازداشت شده در زندان ها نیز با بدترین حالت نگهداری می شوند و حتی شکنجه های جسمی، روحی و بدتر از همه تجاوزهای گروهی واقع می شوند. زنان و دختران به طور گسترده از حضور در مدارس و دانشگاه ها منع شده. همچنان زنان در اکثر بخش ها از سازمان های دولتی و غیر دولتی از کار منع شده است. در سال 2023 زنان آرایشگر تنها 60,000 شغل برحال را از دست دادند و خودشان بدون کمترین جرمی در حبس خانگی به سر می برند. از نظر اجتماعی، بحران اقتصادی هر روز بدتر می شود. میلیون ها انسان با فقر و ناامنی غذایی مواجه هستند. زنان به خصوص مادران شیرده و باردار به شدت دچار سوء تغذیه شده و با گذشت هر روز ناامیدتر از زندگی می شوند. ممنوعیت کار زنان وضعیت انسانی را وخیمتر کرده و خانواده ها را برای تأمین نیازهای اساسیشان دچار مشکل کرده. خشونت، چی بگویم، تعجب میکنم انسان ها تا چه حد ظالم و وحشی میشوند. با کمترین کوتاهی از قوانینی که ساخته و پرداخته خودشان است و هیچ ربطی به اسلام ندارد، مجرم شمرده شده در ملای عام به شلاق زدن محکوم میکنند. که چند روز پیش نیست مردمی خسته از جنگ شاهد این جنایت بودند. چارچوبی که برای زنان ساختند یک دایره نه است، که عبارتند از نرو
نخوان، نگو، نبین، نشنو، نکن و حتی نفس تازه کردن در هوای پاک از قبیل همین ممانعت های بیمورد و جاهلان است. آدمی میماند که بگیرد یا بخندد. برای وضعیت این گونه قوانین وقتی زنان خواستن اعتراضات مدنی کنند و بعد شلاق، شکنجه، زندان، تجاوز و بدتر از همه تجاوز گروهی میگیرند. فعالان جامعه را بازداشت کرده و زنان را که نیمی از پیکر جامعه است به طور سیستماتیک از صحنه کنار زدند. با ایجاد فضای رعب و وحشت همه را خاموش کرده است. بدین سان هر روز وضعیت جامعه ما مخیمتر می شود. واکنش های بین المللی از جمله سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار لغو این سیاست های محدود کننده شدند که متاسفانه طالبان کمترین اعتنایی به خواسته های جامعه جهانی و مردم افغانستان ندارند. به نظر می رسد اینان مثل خودشان زبان زور را می فهمند. مردم دنیا در تلاشند اینها انسانیت را قبول کنند که محال خواهد بود. من فکر میکنم کسانی که این وضعیت موجود را به بار آوردن افغانستان را سالها به عقب برمیگردانند و ضربه های گوناگونی بر پیکر جامعه آسیب دیده ما وارد میکنند. آسیب به فرهنگ، جامعه، اقتصاد، دینداری، همدیگر پذیری، آزادی بیان و غیره میزنند که قابل شمارش نیست. اما خروج از بحران فعلی برای زنان افغانستان نیازمند رویکردهای چندجانبه است که شامل اقدامات داخلی و بین المللی می شود. بنده در اینجا چند موضوع را یادآوری می کنم که در شرایط امروزی شاید کارساز باشد. فشارهای بین المللی و دیپلماسی که مهمترین خود بود، جامعه بین المللی از ابزار تحریم های سیاسی و دیپلماسی اقتصادی بر روی طالبان فشار آورد جهت تغییر سیاست های محدود کننده ای که بر زنان استفاده می کنند. این تحریم ها باید به طور مشخص برای رفتارهای ضد انسانی و نقض حقوق بشری و آپارتاید جنسیتی اعمال شوند. همسایگان افغانستان بخصوص پاکستان می توانند در این زمینه نقش مؤثری بازی کنند و وضعیت فعلی زنان افغانستان را تغییر بدهند که باز لازم است زنان افغانستان با فعالیت های گسترده بتوانند اینا را متقاعد به این کارها میتوانند به این کارها بکنند. کمک های بین المللی، سازمان های بین المللی میتوانند با ارائه کمک های بشر دوستانه به خصوص در زمینه های آموزش، صحت برای زنان و کودکان ادامه بدهند. ولی این کمک ها به گونه باشد که به صورت درست به دست مردم و به خصوص به دست خود زنان برسد و از سوء استفاده طالبان جلوگیری شوند. با ایجاد کردن برنامه های آنلاین یا مانند گذشته ها مخفی کار کردن در زیر خانه ها برای زنان و دختران جوان که بتوانند در شرایط سخت نیز بیاموزند. راهکار دیگر حمایت کردن از فعالان حقوق زن در افغانستان است. تقویت شبکه های اجتماعی برای زنان فعال، ایجاد کردن گروپ های زنانه تا که اکثریت مردم اطلاعات درست را پیدا کند و در آخر جستجو تا پیدا کردن راه های مشارکت سیاسی زنان در سیاست و آگاهی دهی رسانه های جهانی، استفاده از رسانه های بین المللی برای افزایش آگاهی از وضعیت فعلی زنان و جلب حمایت سیاسی برای زنان. نکته مهم دیگر استفاده از
فناوری ارتباط است، ارتباطی است تا بتواند همه از این فناوری استفاده کنند و در شبکه های آموزشی آنلاین اشتراک کنند. همین چند نکته بود که در نظرم رسید یادآوری کردم، اما در بعضی موارد دیگه که خود ما چی رقم بحران ها رو پشت سر تیر کردیم و با تجربیاتی که خود ما گذراندیم در برنامه دیگه در خدمت شما خواهم بود. و السلام علی من اتبع الهدی، موفق باشید. تشکر از شما عزرا جان، بسیار گزارش خوب ولی دردناک دادین و من امیدوارم که واقعا راهکارهایی که گفتینم عملی شود و یک تاثیر مثبت بنه که انشاءالله بین خود طالبان به می نتیجه برسن که دیگه از این ظلم ستم در حق خانمات دست بکشن و کنار اونا بیستن و کمکشون کنن که جامعه عادلانه پیش بره بعد مرد و انبری زن. تشکر از شما عزیز. خب به نظر من نظر جان بسیار موارد اساسی را بیان کردن، خیلی خوب و عالی بود. دیگه فقط از نظر من یک امی رای حلی که واقعا رای حل نداره بسیار مشکلات زنان افغانستان امروز که ما میبینیم، رای حلش دیست که وضعیت کاملا تغییر بکنه. و من نظر جانم خارج را چندین پیشنهاد دادم، پیشنهادهای مختلف و چندین رای حل پیشنهاد دادن. به نظر من امروز همی به خاطر جایگزین برای درس دخترها، هرچند مسئله مکاتب آنلاین یک جایگزین خوب است، اما با توجه به فقری که مردم افغانستان داره، عدم دسترسی به برق، عدم دسترسی به اینترنت، یعنی خیلی مشکل است که هم اگه بتانه از این مستفید شود، شاید بسیار فیصدی کمی بتان از این استفاده شد. و این واقعا بسیار کمرشکن است. خودی مسئله من آموزشی دخترها و من کار زنها، این یک فشار بالای هم مردای جامعه هم است، برای از اینکه در یک خانواده مردم است به صفت پدر یا به صفت برادر، و این همه از اینا را از نظر روانی متاثر می سازم. امیدوار هستم که همه ما امیدوار هستیم که درد استوانسوز از بالای مردم افغانستان رفع شود و بالاخره خود مسئولین متوجه از این شوند که یک جفای است که در حق مردم افغانستان صورت میگیرد و باید هر چه زودتر یک راه چاره برش سنجیده شود. اگر احساس تعلق به این وطن دارند، احساس تعلق به این مردم دارند، باید این منزله رفع شود. واقعا یک درد بسیار است. تشکر بله. از راجان، بازم خیلی موضوعات خوب جمع بندی کردیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. و تشکر از شما که تا این لحظه با برنامه سیمای زن از رادیو کتاب بودید. رادیو کتاب متعهد به رعایت اصول رسانه‌ای است و تلاش میکند تریبون آزاد برای اکثریت خاموش جامعه ما و خصوص بانوان مظلوم باشد. دوستان با لایک، سابسکرایب، انتقاد و پیشنهادتان سیمای زن را تقویت کنید. شما می توانید از ایمیل آدرس و شماره واتساپ که روی صفحه ظاهر می شود با برنامه های سیمای زن در افغانستان همراه شوید. با ما همراه شوید تا ظلم و ظالم را مغلوب نماییم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.